با شنونده ی عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. سلام آقای دکتر. سلام، بفرمایید. خیلی خوشحالم که باهاتون صحبت میکنم و ممنونم که وقتتون در اختیار من گذاشتید. خواهش میکنم، بفرمایید. من 36 سالم هستش و یه خانواده 8 نفری داریم که یه خواهر دوقلو دارم با خودم. من فرزند چهارم هستم، دو تا خواهر بزرگتر از خودم دارم، یه برادر بزرگتر از خودم و یه برادر کوچکتر از خودم. شما دوقلوتون همشکمید، عین همید یا متفاوتید؟ نه نه همسان نیستید. فترنالید. اوکی عزیز. خب بله، همسان نیستید. و چی خوندید و چی میکنید؟ بله، من مهندسی، من مستر مهندسی صنایع خوندم ایران و الان کانادا هستم، با ویزای تحصیلی اومدم اینجا. یه مدرکم اینجا گرفتم و تو رشته دیتا آنالیتیکس و تو همون رشته مشغول به کار شدم. چند سال کانادایی عزیز؟ من 2 ساله درسم که تموم شد بلافاصله مشغول به کار شدم. و تنها آمدید یا؟ نه، من ازدواج کردم. من با یه آقای آشنا شدم، 5 سال با هم دوست بودیم، خانوادهشون راضی نبودن، طول کشید جریان ازدواج ما. علت مخالفت خانواده چی بود؟ علت مخالفت این که این دو تا فرزند بودن و همسر من تک پسر بود و پدرشون توی 7 سالگی از دست داده بودن. یه وابستگی خیلی شدیدی بین پدر و مادر و ایشون بود و مادرشون خیلی مخالف بود و اینکه من باهاشون دوست شدم ولی خانواده سنتی بودن و روابط براشون قابل قبول نبود. الان چند سالی است که ازدواج کردید؟ برها ما بلافاصله، من بلافاصله بعد از عقدم امتحان آیلتس دادم و اپلای کردم برای دانشگاه و پذیرشم گرفتم، اومدم. الان 3 سال و نیمه بعد. شما 3 سال و نیمه که عقد کردی تو ازدواج کردی، درسته؟ بله. ایشون با شما آمدن کانادا یا نه؟ بله با هم هست. پس بنابراین این 2 سالی که در کانادا هستید ایشون هم هستن. ایشون چی خوندن؟ چه میکنن؟ و چند ایشون هم نه مهندس برنامه‌نویس هستن و توی شرکت معتبر دارن مشغول به کار. چند سالشون هست ایشون؟ 1 سال از من کوچکتر هست. خب چه خبر است و برای چی تلفن کردید عزیز؟ من داستانی که ما توی خانواده پدر من یه کارگر ساده بودن و ما توی خانواده یکم به هم ریخته بزرگ شدیم و داستانی که من خواهرم که به دنیا اومد با یه مشکلی توی چششون به دنیا اومد که یکی از چشاشون بینایی نداشت، یعنی اثر بیناییش روش نکرد. و خب یعنی خواهر دوقلوی شما؟ بله. اوکی عزیز. خب و این حالت ضعیف بودن این فرد خانواده بود و که همشه یه چش بسته داشت و به مثلا خیلی مرتب میرفت دکتر میمرد. من درستم که تموم شد، من حالا میگم توی خانواده خیلی به هم ریخته بزرگ شدم، بعد از که سعی کردم که درستم بخونم و بالاخره راه خودم رو پیدا کنم. ببین عزیز، ببخش منو. من چون 11-12 دقیقه بیشتر وقت ندارم، بیا از اونا بگذاریم. چه خبر است بین شما و همسرتون و همکنون در کانادا؟ اونا واقعا اگر لازم شد میریم سراغش. چه خبر بین شما دوتا؟ من با همسرش مشکل ندارم. من سوالی که دارم خواهر دوقلوم هستش که من بعد از اون سالها من متوجه شدم که برادرم به خواهر من تجاوز کردم و من این عذاب وجدان رو همیشه داشتم. شما چرا عذاب برادر بزرگ شما به خواهر تجاوز کرده؟ اولا به شما چه ارتباط داره که عذاب وجدان شما ده؟ به من بگید این اتفاق یه بار افتاده، چند بار بوده؟ نه، چندین سال اتفاق افتاد که ما مثلا، یعنی میدونید از چه سنی برادرتون خواهر
نظر داشته من یا فکر رابطه کنم داشته؟ مثلا از 12 سالگی 13 سالگی اوکی. تا مثلا در واقع شروعش رو مطمئن و متفقم همین حدود باشه تا 20 22 اینطوری که ما خب متاسف این برادر چقدر از اون خواهر بزرگتر عزیز؟ جان؟ 3 سال. یعنی برادری که 3 سال بزرگتره 7-8 سال با خواهر خودش رابطه بله داشته و بله میدونید که این رابطه چند روزه با مخالفت خواهرتون نه در آغاز ولی بعدا روبرو بوده. آخه برای بعد از یه مدتی که به این سادگی ها اتفاق نمیافته عزیز، مخصوصا وقتی ایشون مثلا 16 سالش 18 سالش بوده. چقدر اندازه فکر میکنید خواهر به یه همچین تجاوزی که حتما تجاوز تن در داده و چرا عزیز؟ من والا نمیدونم چرا، اما فقط موقعی که در نهایت که با پسر روی من ازدواج کردن یه دفعه خواهر من نفسش که من میخوام ازدواج کنم به خاطر اینکه خسته شدم از پس این کارو کردم و ما یه دفعه متوجه شدیم که همچین چیزی هست. اما اینکه چقدر رضایت داشته بود چه جوری بوده من جزئیاتش اوکی. نمیدونم. حالا با پسر دایی چه مدتی ازدواج کرده؟ من 10 سال هستش. آیا فرزندی هم دارن از این ازدواج؟ بله 2 تا فرزندم دارم. اوکی. حالا موضوع شما در ارتباط با خواهر چیه؟ موضوع که آره دکتر من خب الان خلاص من درسمو خوندم مسیرمو پیدا کردم مهاجرت کردم یه زندگی برای خودم ساختم، اما خواهرم به خاطر همون مشکلاتی که داشته به خاطر مشکلات سرشت این اتفاقا براش افتاده. احساس میکنم چون اون فرد ضعیفتر بوده توی موقعی که متولد شده. بعدش هم که یک بار من یادم میشه وقتی که کلاس اول یا دوم بودم خواهر من به من گفت که مثلا یه همچین اتفاقی اومده و اتفاقی شده و مثلا بردم اومده مثلا به اندام جنسی نگاه کرده به من خبر داد. من اصلا چون تو الان بچه ای بودم اصلا گفتم که فهمتون چیز نمیشه و چرا اصلا چرت و پرت میگی و بعد اصلا حتی به برادرم گفتم برادرم گفت که این در از خودش میسازه این چیزها و تموم شد. این دوتا موضوع همیشه برای من هستش که مثلا شاید من اگه اون موقع یه کار دیگه میکردم، اگر من اون فرزند ضعیف در بودم یا اگه من با اون آخه عزیزم من شما چرا درباره سن و سالی حرف میزنید که از 100 تا بچه ای بس و 95 تاش فقط در جهت پنهان کردن و انکار کردن موضوع میره؟ شما که میتونید در این سن و سال به کودکیتون نگاه کنید، در کودکی من با چی کار میکردم؟ مثلا تعجب میکنم از شما. شما یه دنبال بازی و بهانه میگردید برای سرزنش و تنبیه خودتون، یه مسئله است. برای شما چی کاره اید؟ حالا بریم یه ذره برگردیم. آیا در حدی که شما میدونید فکر کنید رابطه ای که برادر با خواهر داشت فقط در یه مسیر لمس کردن و تماشا بود یا ادامه پیدا کرد به چیزای دیگه تبدیل شد و شما از کجا میدونید اینو؟ خود خواهرم گفت. به شما چی گفت؟ گفت که به من نگفتن. به کی گفت؟ یکی از خواهرم تعریف کردن و برای مادرم تعریف کردن و اون موقع برای من انقدر سنگین بود که من واقعا نمیدونم. آخه گفتن ببین عزیز، نوع این رابطه خیلی مهمه. تعدادش، مدتش طولانی بوده. تعدادش رو که عرض کردم خدمتتون که اوکی، ولی خب چی بوده این رابطه، در چه حدی بوده عزیز؟ من فکر میکنم مثلا یه چیز نصف نیمه بوده که مثلا فقط باعث نشه که اون متوجه هستم. خب نه، اونی که متوجه هستم، پس بنابراین به نظر شما زمینه فیزیکی هم داشته؟ بله. خب حالا ببینید عزیز، دو تا نکته است. یکی اینکه واقعا شما هیچ مسئولیتی، من میدونید کسی نیستم که بخوام در این باره رعایت حالی که شما ابدا به شما به هیچ شکل و فرمی نه اون زمان و نه حتی الان ارتباط داری، یعنی شما هیچ کاری ای بسا با حرفتون، کارتون، دخالتتون میتونید خیلی چیزا رو هم خراب کنید که اصلا نسازید. پس اون که موضوعش منتفیست در جهت عذاب وجدان و اینا اصلا هیچ به شما هیچ ارتباط و موضوع ربطی نداره. حالا الان چی در ذهنتون هست و چی فکر کردید، چه کار میخواید بکنید یا باید بکنید که اون سبب شده شما رو مشغول خودش کنه؟
من دکتر وقتی که تفاوت زندگی خودم و تفاوت زندگی خواهر برادرام میبینم، برای من این احساس هست که نمیتونم واقعا از اون قدر این قدری که میخوام از زندگی خودم لذت ببرم. نه اولا یه ذره نزدیک گوشی باشه، خب کاری نداره عزیز، الان میتونی نصف خونه رو آتیش بزنید و یه شب در میونم با همسرتون دعوا کنید که زندگی بری داشته باشید، تو محیط کارم هفته یه روز میز همه رو به هم بریزید، بنابراین زندگی شما خراب و بد میشه مثل بری. پاک دیوونه ای بابا جون، من باید حالا از این بابت احساس بدی بکنم که من بالاخره نجات پیدا کردم از این شرایط بد و منفی و گیر نیفتادم؟ خواهر شما، خواهر برادر شما، پدر مادر شما باید خوشحال باشن که الحمدلله یکی از ما حداقل نجات پیدا کرد. شما اگر 10 نفر دارن غرق میشن، شما اگر یکشون نجات بدید فکر نمی‌کنید حداقل یه نفر نجات دادید و خوشحال از اون باشید؟ حرف این است که نه دیگه، حالا که این نجات پیدا کرد اون رو غرق شد، خب اینا می‌ذاریم تو آب، اینا غرق بشه بره دیگه. این پرت و پلا چیه سر هم؟ بله، من الان چه کار میتونم فهم من یعنی هیچ، شما میتونید هیچ کاری نمیتونم بکنم. تنها کاری که شما میتونید بکنید، اگر یه توانی دارید که بکنید، خواهر نداره، بگردید ببینید در اون جایی که ایشون هستن، در تهران یا هر شهری که هستن، یه روانشناس خوب خانم پیدا کنید که خواهر رو کمک کنه، و فقط همین. این تنها، این 99% کاریه که شما میتونید بکنید. ولی شما با قوا قصه خوردنتون جان این کردم این کارا رو دکتر، خب جناب خیلی نام دادم که آلیس، این تنها کاری است که میتونید بکنید از ما. ببینید ما تو دنیایی هستیم که به هر حال هر کسی باید حد و حریم و حدود خودش رو بدونه. شما هیچ کاری، گفتم تازه شما با هر نوع دخالتی میتونید کارا رو خراب کنید. درست است که من برگردم بگم کسی الان تصادف کرده، اتومبیل افتاده اونجا، الان من برم کمکش کنم، این کار بکنم، اون کار بکنم، ای بسا حرکتش بدم من کشتمش، ای بسا کوشش کنم برای یه جور رفتار با او موجب مرگ و نابودیش بشم، آخه کار من نیست. و شما یه اتفاقی افتاده، تنها کسی که میتونه به خواهر شما کمک کنه یه روانشناس خوب خانومه که خوشبختانه در ایران فراوانن و ضمناً با این مسائل آشنا. خب بنابراین شما ترتیب اون ارتباط رو بدید و اگر هزینه هایی داره که خواهر یا از عهده‌اش بر نمیاد یا نمیخواد به همسرش بگه، خب این کارو بکنه و بی خودی خودتون درگیر نکنید، نه حرفشو بزنید، نه بحثشو بکنید، نه اصلا موضوع رو مطرح کنید و اینو همون گونه که در بیشتر موارد به عنوان یه چیز بد آزاردهنده خاکش کنید عزیز. ولی شما هیچ تقصیر و گناهی ندارید، عذاب وجدان هم ندارید، بله، و اگر خیلی این عذاب وجدانتون بالا گرفت، توصیه های حکیمانه من رو فراموش نکنید از جهت آتش زدن خانه و بقیه غذاها که تا خودم هم یادم رفت چی پرت و پلای گفتم. ممنونم. به هر حال موضوع خود باش عزیز، خوشحال شدم باهات صحبت کردم. منم همینطور. خدا نگهدارت.